سخنرانی رئیس جمهوری ایران نظام سرمایه‌داری و مدیریت جهانی بود که به گفته ایشان به پایان راه رسیده. اما رئیس جمهوری ایران و رئیس جمهوری آمریکا حداقل در یک زمینه هم نظر هستند و آن اینکه حملات 11 سپتامبر به آمریکا شرایط جهان را تغییر داد. رئیس جمهوری آمریکا آن را آغاز افرادگرایی مذهبی و حملات متعدد در اقصا نقاط جهان توصیف کرد، در حالی که اظهارات رئیس جمهوری ایران موجب خروج هیئت آمریکا، بریتانیا و چند کشور دیگر شد. توسط بخش‌هایی از دولت آمریکا و برای ایجاد تغییر در روند نزول اقتصادی آمریکا و سیطره او بر خاورمیانه و همچنین نجات رژیم صهیونیستی انجام شده است. رئیس جمهوری ایران راهکار آمریکا برای مبارزه با تروریسم را زیر سوال برد و اعلام کرد که سال دیگر در ایران کنفرانسی در این زمینه برگزار خواهد شد. در مورد مناقشه اسرائیل و فلسطینیان وی برگزاری رفراندوم در فلسطین برای تعیین نوع حکومت را پیشنهاد داد. محمود احمدی نژاد بدون سخن از برنامه هسته‌ای ایران از اسرائیل به عنوان یکی از تولید و توزیع کنندگان سلاح اتمی در جهان نام برد. و در کلیه موارد آقای احمدی نژاد سازمان ملل متحد را فاقد توانایی رسیدگی به چالش‌های امروزه دانست. جهان نیازمند مدیریت افرادی پاک چون انبیاء الهی است. وضعیت حقوق بشر در ایران دغدغه فکری عمده‌ای برای ایرانیان خارج از کشور شده است. بیش از صدها جوان ایرانی را در زندان‌ها کشته فقط به خاطر رقابت حکومتی بمونه. شماری از هموطنانمون که برای اعتراض به نقض حقوق بشر و ستم و ظلمی که به مردم ایران روا داشته میشه از طرف جمهوری اسلامی، به نظر من خواست مردم ایرانه که در شرایط خفقان فعلی مایی که در بیرون هستیم و دستمون بازه بتونیم صدای اونها باشیم در خارج از کشور. از این رو گروهی ابتکار عمل را به دست گرفت. پاسپارداد چند شهر آمریکا و در کانادا توزیع شد که برای حمایت از حقوق بشر در ایران و رسیدگی به اوضاع زندان‌های ایران و اینکه در این مورد که وکلای ایران نمیتونن حتی حق اینی که بتونن از با موکلین خودشون تماس برقرار کنن رسیدگی بشه. 5 شنبه نمایندگانی از آن گروه و صدای آمریکا با آقای رحیم مشاعی معاون رئیس جمهوری ایران در نیویورک چندی همقدم شدند و از ایشان خواهان توضیحاتی در مورد وضعیت حقوق شهروندان ایرانی در داخل کشور شدند. تو ایران تمام خبرنگارای معتبر و درست حسابی ما تو زندان دارن شکنجه میشن. اما فقط صدای آمریکا نوک حمله در پاسخ ایرشان بود. خانم آشتیانی چیه آقای مشایی؟ خانم آشتیانی آقای احمدی نژاد گفتن که اصلا حکمشون صادر نشده بود. گفتن که خب قوه قضاییه. اصلا صادر نشده. قوه قضاییه خب چی گفتش که خیلی خوب، اصلا حالا فعلا کنسل. ببین اصلا هم کنسل نیست، اصلا مرحلش هم صدور نکرده. خب خیلی خوب سنکسل نمیشه دیگه. فشارهای بین المللی نه از فرد شما که اگر از معلوم ترس بین المللی بود الان از هستهیش دست میکشید. سکینه مرحل گیتا آریان، صدای آمریکا، نیویورک.